به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بینندگان گرامی سلام و احترام تقدیم می دارم. پروگرام سی امروز ما ادامه سردردی هاست. قراره که دو هفته قبل گفته بودم که سردردی ها را بردان دوام میتونم و اقسام انواعش زیاد است و دو نوع سردردی را قبلا دو هفته قبل بردان تشریح کردم که یکی نیمسری یا میگرین بود و دومش تنشن هیدک بود و امروز بعض سردردی های دیگر که بسیار مهم است و باید تشخیص شد به خاطر که عواقب خراب می داشته باشه اگه تشخیص نشه برتان تشریح میکنم. خب زیادتر از ایسای را به صورت خلاصه باز برتان میگم که زیادتر از 90% در زندگی روزمره تمام اشخاص به سردردی در طول عمر خود مصاب شدن و خصوصا نیمسری که تقریبا در کلان سال ها 33% مصاب شدن. خب WHO پروگرام احصایی که گرفته یا حساب که کرده اینا گفتن که تقریبا از 18 تا 65 ساله 50% به سردردی ها مصاب شدن. سردردی میتونه در هر سن سال باشه، در هر نژاد باشه، در هر منطقه باشه و کار روزمره را مختل کنه و بسیار بر شخص اگه دوامدار باشه این شخص برش بادرسم است و شاید که کار خود روزای کار خود بسیار روزای کاری خود مس کنه. خب طبقه بندی سردردی ها را قبلا برتان گفتم که یکی سردردی های ابتدایی است و دیگه سردردی های ثانوی یا سکندری می باشه که کازایش مختلف است. در جمله پرایمری هدک ما در لکچر دو هفته قبل هم گفتم که انواعش که نامش کلستر هدک است، میگرن هدک، تنشن هدک و تریجمینل اتونومیک سفلج است و استیمولای هدک که زیادتر استرس می باشه، میتونه الکل رد واین باشه یا بعض غذاهای پروسس فود باشه به خاطر که نایتریت ها به خود می داشته باشه و یا اینکه چنج در خواب باشه که یا خواب بالا زیاد باشه و یا خواب کم باشه، خواب کم و یا بسیار خوابم گاهی سردردی میده یا بعضا صحیح به موقع صحیح سر خود نمی مانه در بالشت یا در بستر خود و صبح که می خیزه بعض گردن دردی ها و سردردی ها میده. خب قبلا میگرن هدک و تنشن هدک برتان تشریح کردم که چی بود. حال یک سردردی دیگه پرایمری را که این هم بسیار یک سردردی شدید است به نام کلستر هدک برتان تشریح میکنم که یک سردردی یک طرف است و در مرد ها زیادتر پیدا میشه که از 20 ساله تا 40 ساله را مصاب ساخته میتونه و قسم است که فرزند در نصف شو یا یک طرف هم میباشه دور چشم میگیره و با یک حالت اوتونومیک سمتوم هم میده، یعنی پلک و چشم یا کم پایین میایه و اشک ریزی میده، همچنان بینی هوش میره و به حساب یک کانجشن هم در بینی داده میتونه که این سیرش و حرکتش دور چشم میگیره. سیر حرکت ترایجمنال نرف است که ترایجمنال نرف یا نرف پنجم که این دور چشم اروا میکنه یا تغذی میکنه و همچنان در افه بغل روی و شقیقه و علاشه و یا میایه. خب این یک میتونه سردردی بسیار شدیدی کلستر هدک باشه و نصف شب شخص از خواب بیدار کنه و چشم سرخ و اشک ریزی داشته باشه. ریسک فاکتورهاش میتونه که خود اسموکینگ باشه و یا الکل باشه یا یک کس فامیلی ستوری تاریخچه داره که در سابقه همی سردردی ها دچار میشد. هدف تداویش برازیست که همی شدت سردردی را کم کنه و اکسیژن 100% بر مریض در همراه ماسک داده میشه که تقریبا مقدارش 12 لیتر پر منت و این چون بسیار سردردیش شدید است شخص بسیار پریشان میشه و به امرجنسی میره و همچنان ترپتو
لوکسوپان یا سوماتوتریپتان یا امیترکس که نازل اسپریستک، این هم بسیار تاثیر خوب داره و شخص به شخص جواب میده. و برای وقایع از یک زود آمد بر مریض دایهیدرو ارگوتامین دواز نام میگیرم، کلسیم چینل بلاکر برش میتن، کورتیکوستروید میتن، لیتیوم میتن، گاهی نرو بلاک میکنن، یعنی همون های نرو یا ترایجمنال نرو یا عصب پنجم که منشیش روی اروا میکنن او را بلاک میکنن، همراه لایدوکاین یا ملاتونین میتن یا توپ رماد میتن. خب در حالات اکیوت اتاکش که بسیار غیر قابل تحمل است، لیدوکاین نرو امرای لیدوکاین نرو تراجمنال نرو بلاک میکنن. خب یک نوع سردردی بسیار مهم و عاجل دیگه که ای باید حتما تشخیص شوه، به خاطر که اگه ای سردردی تشخیص نمیشه سبب کوری شده میتونه، که ای سردردی به نام جوینت سل آرترایتیس یا پولیمایالجا روماتیکا یا تمپورال آرترایتیس یاد میشه که نام تیبیش است، من نام فارسی ندارم برش و براتون اما تشریح میکنم که این چی رقم سردردی است. این یک درد شکم می باشه زیادتر از 50 سال هم حساب می سازه و علاوه به این که این سردردی می ته این اعراض چشم هم می ته. اعراض چشمش خب این نایی تمپورال است، در نایی تمپورال وقتی که تچ کنین بسیار یک درد شدید و همچنان تندرنس زیاد می باشه، همچنان وقتی که چیز را میجوه یا دان خدا واز میکنه یک جا کلاودیکیشن، یعنی همی علاشه میلخصه خدا دردناک میباشه وقتی جویدنم تاو میداشته باشه شخص. ای کدام سردرجیست؟ باز تکرار میکنم جوینت سل آرترایتیس یا تمپورال آرترایتیس که باید شخص در امرجنسی بره و دکتر تداوی کنه، خیر از او به کوری میانجامه که ویت لاس و ضعیفی به مریض میتن. خب در یو اس یا در امریکا این نوع سردردی بسیار معمول است که زیادتر از 50 تا 90 ساله را میتونه بگیره و بعضا شروع از تنها از 70 سالگی میباشه. خب یعنی زیادتر در ایلدری یا سنکلانا زیادتر سردردی پیدا میشه و سمتوم بسیار یا عرض بسیار معمولش همین ترابنگ هیده که یک سردردی بسیار خلا زدن در نایی شقیقه است. خب که میتونه هم در نایی شقیقه باشه، در شقیقه باشه، در پشت سر یا اوکسیپیتال باشه یا در پیشانی باشه یا فرانتال باشه. خب مریض گفتیم که اعراض چشم میته، اعراض چشمش این سردردی به خاطر که اعراض چشم میته و عواقب اگر تداوی نشه عواقب خراب داره، از این خاطر در جمله سردردی های شدید و در جمله سردردی های امرجنسی به شمار میره. مریض میتونه دو تا ببینه و یا یکی یک نایه را لکه ببینه و یا یکی خود خیرگی ببینه و چشمش میشه که همین پلکش افتاده باشه یا پتوسیس بده. خب میکانیزمی این سردردی شاید مورد علاقه هم مسلک ها باشه اگر هم مسلک این پروگرام ها میشنوه، میکانیزم ویژن لاس یا امی دیده که سردردی از دست میته چی است؟ یک برانش افتالمیک آرتری را که یک شریان است در قسمت چشم میره که یک برانشش که به نام سلری آرتری میباشه، این به خاطر که آپتیک نرف عصب دوم چشم است، ای اودیما میته یا پوندیدگی میته. امی سلری آرتری و که یک برانش افتالمیک آرتری است، ای در زیر فشار میگیره و از این خاطر وقتی که ای آپتیک نرف زیر فشار گرفت و اروا هم کم شد، شریان ها ارواش کم شد، یک اسکیمیا یا کمبودی اکسیژن و خوب صحیح به شریان خون نمیرسه، از او خاطر است که آپتیک نیورایتیس میته و یعنی عصب دوم نیورایتیس یا عصب دوم مصاب می سازه به التهاب بسیار شدید. خب ای ما گفتیم که هم بعضا مریض دوتا می بینه
تو فوکس کنه نمیتونه که یکی ببینه. همچنان خود علاشیش یک درد میداشته باشه و اگه به جوام یک رقم جویده نمیتونه. بعضا این مریضی میتونه اختلاطش سبب استروک هم شوه و حتی همین سردردی تمپورال ارترایتس یا جوینت سل ارترایتس یا ترانزیت اسکیمیک اتک بتا یک بسیار مدت کوتاه یک استروک بتا. و اختلاط بعدیش یک شریان اورتا، یک شریان قلب است که به نام اورتا یاد میشه و این خون از قلب میکشه، خون صاف و به تمام بدن میرسه. میتونه که توراسیک اورتی که انیوریزم به تیان در صدر همی شریان اورتا یک پوندیدگی پیدا کنه، یا میتونه یک اختلاط تمپورال ارترایتس باشه. ارترایتس باشه اما اختلاط مهمش کوریز و دیاگنوزش توسط همی عرازی که داره تشخیص میشه. همچنان ماینی خون میکنن در امرجنسی ایسار یا همی یک ماینی است که برای التهاب در خون نشان میده، این فوقلاده بلند میباشه حتی به صد میرسه. کریاتیف سیری اکتیف پروتین ببخشین، سیری اکتیف پروتین هم بالا میباشه. ما دیاگنوزش یا تشخیصش ما تصدیق کده میتونیم یا کانفرم کده میتونیم که تمپورال آرتری بایوپسی ببخشه. تداویش چی هست که باید مقدار بسیار زیاد کورتیکوستروید یا کورتیزون بر مریض داده شوه و تداویش در شفاخانه است و همچنان ایتا بسیار زیر مراقبت جدی و مانیتور جدی بگیره که کدام ساین اپتیک نیورایتیس داره و دیگه kind of مثل اسکیمیا داره ده یا کمبودی اکسیژن داره، همچنان اروای چشمش یا فندسش هم کم است که به کدام انفکشن مصاب نشه. همچنان لو دوز آسپرین هم برش میتن. خب اگر ویژوال پرابلم داشت یا پرابلم بینایی داشت برش آیوی کورتیکوستروید یا از طریق وریدی برش استروید میتن. خب ما در اینجا یک کما که از برین تومور میگم برتان که در جمله سکندری کاز آف هدک است، یعنی یک این هدک است، هدک میته، اما دلیلش دیگه چیز است که هدک میته. دلیلش برین تومور است یا تومور دماغ است که سردردی میته. و یک چیز بسیار جالب که در خود دماغ در جمجمه قرار داره ایست که وقتی که یک نشنمای بسیار خرد در دماغ باشه، چون دور خود جمجمه دماغ قسم استخوانی است و این نمیتونه که خود دماغ یا انساج دماغ در بینش است، این دماغ هیچ وقت نمیتونه که به خاطر استخوانی که در دورش است این خود اکسپاند کنه یا کلان کنه، که وقتی که یک تومور به اونجا مبره جای نداره کجا بره تومور با موجه میمونه، اما ایوازش کل انساج دماغ در یک طرف او خودش گروه یا نشنما میکنه، همی انساج دماغ در یک طرف تیله میکنه و خب هر اسی بسیار دماغ یک جای انساجش یا مغز بسیار اساس است و هر قسمت از یک قدر هسته ها داره، نروا از این منشا گرفته و هر قسمت دماغ فعالیت های بسیار مختلف داره. وقتی که یک تومور در اونجا جای میگیره این حال اون وظیفی هر سرک پش کنه یا تیله کنه و جای انساج دماغ بگیره، در صورت همو عرض برای مریض پیدا میشه. خواهد جمله برین تومورا با وجودی که میتونه که اکثر برین تومورا سلیم باشه یعنی غیر سرطانی باشه، اما چونی گروه میکنه و جای دماغ میگیره بسیار عرضای مختلف میده که حتی میتونه که امو مریضه به خاطر فشار دماغش بالا بره و عرضای مختلف ده و مریضه به مرگ بیانجامه. خب نو پاتولوژیش نام میگیرم که نامای لاتینیست
هست که من نمیتونم یاره ترجمه کنم. برین تومور در پرایمری برین تومور گلیوما و استروسیتوماس و که و در انساج دماغ می باشه و در داخل می باشه و دیگه انواعش که در خارج نیورال استرکچر می باشه میننجیوما، اکاستیک نوروما و شوانوماس که بعضش اکثرش غیر سرطانی است و بعضش می تونه سرطانی باشه. خب ما گفتم که ما شما در سکندری هدک هستیم. از پرایمری هدک ها که ما مایگرین یا نیمسری بود، تنشن هدک بود برتان گفتم و همچنان کلاستر هدک برتان تشریح کردم. پرایمری هدک ها و یک سردردی امرجنسی را که به نام تمپورال آرترایتیس یا جوینت سل آرترایتیس بود او را برتان تشریح کردم و حال میاییم به یکان سردرد تنها نام میگیرم اگر کدام وقت دیگه توانستم برتان لکچر تهیه میکنم. غیر از او برتان نام میگیرم سردردی هایی که رد فلگ است، یعنی زنگ خطر است. یکی امو تمپورال آرترایتیس است یا جوینت سل آرترایتیس است. یکی مننجایتیس است که مننجایتیس یا التهاب نخاع شوکی است که این هم در دماغ بسیار سردردی شدید میره و از طریق سپاینال کورد بعض مواد التهابی که می باشد سی سف یا سربرال واسکولار فلوید و دلایلش مختلف میتونه انفکشن یا باشه. خب یکی مننجایتیس که میتونه در کلانام پیدا شه و میتونه در اطفالم و در طفلای نوشیدگی بر مننجایت واکسینا دارن. و دیگه ای که گفتم انتراکرینیال ماس ای هم از زنگ خطر هست، یعنی زنگ خطر های سردردی است که تومورا باشه یا کدام لختگی در دماغ باشه و برین تومور اخما برتان نام گرفتم و گفتم که جای دماغ هم انساج دماغ هم میگیره و عواقب خراب میده. و یکی دیگه ایش از سبارکنوید هموراژ است. سبارکنوید رو جد طبقه دماغ خودش طبقه بندی شده و ای یک ورست هدک آف مای لایف. امی سبارکنوید هموراژ خرابترین سردردی و درد در زندگی آدم است که میگه که یعنی قدرت است که دیگه بسیار غیر قابل تحمل است. و ای هم مارنینگ هدک داره و نزیا و متنگیا داره و ای از سردردی های خطرناک است که باید تشخیص شود و ای سبرکنیت مراج میتونه توسط سی تی یا امارای برین تشخیص شود که از جمله سردردی های امرجنسی است و مریض در امرجنسی میره. خب یک لست بسیار کلان است باره سکندری کاز آف هدک، یعنی سردردی هایی که از دیگه جایی می آید و سردردی می ده. او سردردی هایی که خودش سردردی می باشه را خفامیدین. حال سردردی هایی که دلیل اصلیش در جای دیگه وجود است و باز می آید در سرم سردردی می ده. که من از این لست برتان نام می گیرم و کم کم اگر از هر کدام شما قبول گویم که مانایش چیز، اما نمی تانم که هر کدام شما علایده علایده و این لست بزرگ من تشریح کنم. خب secondary cause of headache که دلیلش گفتم در دیگه جای است و سردردی میده. یکی acute sinusitis است که ساینس ها که در روی است، یکی در نای فرانتر یا در نای مکسیلا یا است که یک فلوید کلیر داره در خود میتونه کمی فلویدش یا انفکشن بگیره و یا رقم چرک و چرک شوه و یا یک التهاب سینوزیت بده و امی یک سردردیام به مریض میده. یک نوع مریضی دیگه به نام گلوکوما که هم یک سردردی شدید میده. اصلا مریضی چشم است که فشار داخل چشم بالا می باشه و فرضاً یک دفعه عمله گلوکوما که اگر کلوز انگل باشه میتونه که فرضاً امو مریض یا امو شخص در سینما شیشته یا در یک جای تاریک شیشته و چی میکنه که فلم میبینه یا تلویزیون میبینه، دفعتا نمی چشمش هم چون انگل چشمش یا آیریسش اینا کانسترکت میکنه و پوپیلش خود کلان میکنه جای تنگ میشه، یک عمله شدید اکیوت گلوکوما یا فشار بالای چشم سرش میاید با بسیار یک سردردی شدید همراه دلبدی و استفراغ که ای اصلا چشم است، فشار چشم بالاست اما سردردی میده. خب یک
نو دیگهش ترایجی من نیوریال جا امو جاین سلر ترایدیس امو سایر از امور داره و دیگه نو که سردردی میته انسفالایتیس یعنی برین امی خود برین التابی میشه و وقتی که برین التابی شد بخاطر وایرس یا بخاطر بکتریا یا انفکشن وقتی که برین التابی شد این تداوی دوام دار داره این هم بسیار سردردی شدید میته. خب ریباند هدک است که کسی یا بخاطر تنشن هدک یا بخاطر مایگرین یا بخاطر کدام دردهای دیگه تمام وقت دوای درد میخوره، پنکلر میخوره. وقتی که این پنکلر میخوره اینال وقتی که نمیخواه بخوره پنکلر برش سردردی میته. و دیگه توکسوپلاسموز است که در نوع پرازایت آمده و از زیادتر در ریزرفرش یا منشیش در پشک می باشه که از مخاطر گفتن که خانمای عاملدار از مواد غایتی پشک و پاک کردن از او از خود پشک دوری کنن. خود توکسوپلازموز هم اگر در برین آمده گاهی در چشم یا در فندس یا می اگر یا در گردن نقطه لنفاوی می پنده ای هم یک سردردی بسیار شدید می ده. هنگوفر الکل کسایی که بسیار شدید الکل خورده از طرف شو و صبح خسته هم بسیار خسته است و اعصابش خراب و تخریشی است و هم یک سردردی برش پیدا میشه. برین اپسیا یعنی اگر اپسی یک انفکشن یک خلطه ساخته در برین که نامش توت سی تی یا امارای میتونه تشخیص شو این هم یک سردردی بسیار شدید میتونه. خب یک نوع مریضی دیگه که سردردی شدید میته به نام تمپورال مندیبولار جاینت دیسفانکشن میباشه. یعنی این اینجا یک مفصل است در دو طرف مفصل است که از تمپورال میایه و از مندیبولار میایه مندیبال میایه که استخوان است از این دو تا مفصل که یک جای میشه. اینجا یک یا اگه دسلوکیت شده یا التاب کده هرچی کده این هم یک سردردی به دماغ میده، یک سردردی میده به صورت اومی به دماغ نیگه به سردردی میده. برین تومور را خب برتان گفتم که سردردی میده به خاطر که دلیل برین تومور که خودش جای نداره در دماغ خود کلان میکنه و فشار دماغ بالا میره، این حال فشار دماغ بالا میره سی سف یا سربرال وسکرال فلویدوم یعنی مایی که هست در نخای شوکی و در دماغ یک را داره این هم بالا میره یا یک اودیما و پندیدگی میته. بسیار یک سردردی شدید خصوصا از طرف صبح که قدر سردردی شدید است که وقتی که همین شخص میخیزه بسیار استفراغ میکنه و دلبدی داره. سردردی های برین تومور و سردردی هایی که فشار دماغ بالا می باشه زیادتر از طرف صبح است. یعنی مهم است که وقتی که کسی نزد دکتر میره باید بگویه که یکی اگر بفهمه که چی سردردیش تحریک میکنه باید بگویه و دیگه بگویه که وقت سردردی هایش کدام وقت است به خاطر که این همی گپا همگی به تاریخچه و تشخیص کمک میکنه. خب برین هموراژ یا خونریزی های دماغ اینا هم سردردی میده. چطور است که ما چند نمشه باید از این انواع برین هموراژ برتان باید نام بگیرم؟ مثلا کازش میتونه استروک باشه که استروک دو نوع است، یکی اسکیمیک یا استروک خشک و یکی هم استروک تر یا هموراژیک یا خونریزی میتر که از این خاطر اگر مثلا اینمی در کسر استروک بگیره یا یک ضربه دماغ ببینه یا مثلا در کار اکسیدن در یک چیز ضربه دماغ ببینه یا مثلا ضربه دماغ در حالت دلیلش باشه ببینه این خونریزی در داخل دماغ میتر و این خونریزی یک داخل دماغ چند نوع می باشه؟ انتراسربرال هموراژ است یعنی با قسم دیفیوز تمام انساج برین ای خونریزی میته یا سبدورال هیماتوما یعنی چطور که یک دورال یک طبقه دماغ است داخل دماغ قرار داره در تحت از یک طبقه اما تو یک لاین خونریزی میته و دیگه سب عرک نیت هموراژ که گفتیم که worst headache of my life درد بسیار شدید داره و زیادتر کاز همی سب عرک نیت هموراژ اکسیدناست
که بعضی ها که اکسیدن میکنن ضربه دماغ میبینن و یک خونریزی سبارکنوید مورج میدن که در نای ارکنوید دماغ یک نای طبقه دماغ است، در تتزی یک خونریزی پیدا میشه که بعضا تداوی های ازی همه تداوی ازی به نیورو سرجن ارتباط میگیره که او میخواه بعد از امارای سی تی سکن یا که لوکیشن خونریزی را پیدا کرد، گاهی میخواه خونریزی را از کدام نایی درین کنه، گاهی عملیات کنه، گاهی با دوا میخواه اگر حلقی باشه حلقه را لایز کنه یا لیز کنه تجزیه کنه کمو بر حالت باشه که خونریزی از بین بره و که کل میالت های خونریزی انتراسربرال امراج سبت دورال امراج یا سبرک نویت امراج در همه حالاتش فشار داخل دماغ هم بالا میره که از فشار داخل دماغ برتون گفتم این هم خوب نیست که بالا بره سر تمام انساج خصوصا سر چشم سر اپتیک نرف یا عصب دوم چشم فشار وارد میکنه. وقتی که سر عصب دوم چشم فشار وارد کرد اپتیک اودیما میته، اپتیک نرف اودیما میته، اپتیک نیورایتیس میته و داخل میتونه که اپتیک اسکیمیک اپتیک نرف بته، یعنی اکسیژن و کل چیز فشار سر عصب چشم. هیچ وقتی که فشار سر عصب چشم بود داد منشیش از دماغ میایه و اینال سبب اپتیک اتروفی میشه. اپتیک اتروفی در چشما میشه. اپتیک اتروفی اگه چیز که یعنی همی عصب چشم میمره، عصب چشمه که ما داریم در چشم ما و چهار طرف هم میبینیم و چشم ما کار میتد سر زمون، او وقتی که او مرد دیگه عصب چشم آدم دیده نمیتونه کور میشه. خب برین انفکشن ها میتونه سردردی شدید بده. خب یکی را خب گفتم تان توکسوپلازموس که در جمله پرازایت ها میه که زیادتر ریزر فرش پشک میباشه و دیگه عبسی ها یک خلطه میسازه انفکشن در از طریق داخل دماغ میشه و یک خلطه یا یک فیست میسازه در داخل دماغ که تشخیصش بسیار وصفی توسط امارای صورت میگیره و یه هم سبب سردردی میشه. انسفالایت گفتم التهاب دماغ سبب سردردی میشه. مننجایت گفتم سردردی شدید میته. سبتورال همپایما یعنی طبقه دورای برین که یک طبقه یا یک لاین است در اونجا انفکشن میره باز او به چرک تبدیل میشه که او هم یک سردردی میده سب دورال همپایی ما میگه. هایتروسفالوس اگر خود بعضا عو سر زیاد باشه و خود همی اسکل یا جمجمه هم کلان باشه خب به یک فشار دماغ به یک رقم نی به یک رقم بالاست که هم سردردی میده. بعض واسکولایت ها یا التهاب های شریان ها که دماغ هم توسط شریان ها ارواشده توسط نرو ها ارواشده اینا هم اگه التهاب کنه باز هم سردردی میده. خب همش گفتیم سردردی میته به خاطر که همی که به انساج دماغ هر حالت پیش هر حالت دیگه تماس کنه اینال دماغ تخریب باری میکنه یا تخریب ببخشید نیک انساج دفتن همی عواقب میته یا عوارض میته که هر کدامش میتونه سردردی بده. سیستمیک دیساردر سردردی میده یعنی مریضی های عمومی هم میتونه سردردی بده. مثلا فشار خون بلند میتونه سردردی بده یا باکتریمیا که میکروب در از کدام طریق در کدام سه وجود جمع شده بعد از او با تمام وجود این میکروب در خون گرد میشه باکتریمیا و یه هم سردردی میده و فیور میده. جاینس لارترایت خوی هم یک سیستمیک دیزیز است که سردردی میده. هایپرکپنیا یعنی کاربون مونوکساید و کاربون دایکساید اینا در خون زیاد شده مقدارش یه هم سردردی میده. یعنی یک شخص شاید مشکل تنفس داشته باشه یا یک کاربون مونوکساید پایزنینگ باشه خود در کدام محیط بند مانده باشه مثلا در گاراژ باشه یا در جای باشه که موترش هم روشن است از این دود موتر گاهی میدونه که
هایپر کپنیا یا می کاربن مونوکساید کاربن دای اکساید یا بتانه که ایپوکسیا بتا یعنی اکسیژن وجودش کم شوه کاربن دای اکساید در وجودش تشششش یا زیاد شوه. خب ایپوکسیا میتونه سردردی بده یگانه که ماونتین کلایمبینگ میکنن یا بسیار به کوه بلند بالا میشن و اینا در اونجا همین فشار هم تغییر میکنن یا یه هم سردرد میشن. وایرال انفکشن هم فیور میتن هم میتونه سردردی بده و ویریمیا بده مثل بکتریمیا انفکشن بکتریمیا میداد در خون گرد میشد. ویروس ها میتونه در خون گرد شود در تمام خون گرد شود و سبب سردردی شود. و دیگه دوام و میتونه باز توکسینا سبب سردردی شود مثلا هورمونای زنان هورمونایی که به خانم ها میگیرن مثلا گای OCP یا اورال کانترسپتیف پل همین دوای زده آمالگیز او بر بعض بر همه کس نمیده بر بعض یا سردردی میده و یا هرچی که استروژن داشته باشن میتونه که سردردی بده. نایتریت ها که نایتروگلیسرین کسایی که املای قلبی را تیر کردن و یا یک درد صدری دارن و اینا وقتی که برشان دکتر میده که یک نایتروگلیسرین پیشتان بانین که او را باز وقتی که فهمیدین که همی چست پین پیدا کردن یا درد صدری پیدا کردن همی را زیر زبان تان بانین نایتریت ها بعض یا بسیار یک سردردی شدید میده. پروتون پمپ انهبیتر دوای میده است یه هم گاهی سردردی شده داده میتونه. انالجیزیک اووریوز اگر بسیار زیاد هم انالجیزیک یا دوای دردم بخونین گاهی او هم یک سردردی. کسایی که با کافین عادت دارن و روز چند گلاس کافین هم روز یکی دو گلاسش بس است زیادتر از او و اگر چندین گلاس کافین میخورن و اینا مثل ادکشن دارن وقتی که وقت کافینشان میشه و یا نگرفتن کافیشان شده و یا نگرفتن اینا با کافین بدراوال است که این هم سردردی میده. خب انشالله که از پروگرام خسته نشده باشین و فکر میکنم که تا همینجا کافیست و خداوند پاک یار و مددگار همیشگیتان باد. خدا حافظ.